درود یاران و همراهان عزیز، من یه دو سه روزی نیومدم باهاتون نبودم لایو، فراموشتون نکردم، ببخشید. خیلی شدید گرفتار کارای این تقویم ایرانی هستیم، ددلاین هم داریم، میخوایم زود انجام بشه کار، بیاریمش بیرون. الان من خیلی مختصر اومدم بالا، راستش با یک دوست بسیار عزیزی دارم چک میکنم که برای فردا قرار مهمون من باشه برای برنامه، حالا فردا بهتون میگم کی هست و به چه صورته. فقط میخواستم چک بکنم که ایشون از اون ور بتونن ببینن برنامه رو، من ببینم حالا یکیتونم یکی دوتونم بیارم بالا ببینم چه خبره و چی کار میکنیم. کیو زدم الان ندیدم، ببینم. قاسم بیا بالا ببینم چه میکنی. توی مایه ها نیستی. درود آقای فخر. درود، خوبی؟ الو، صدای منو میشنوی؟ صدای منو میشنوی؟ الو الو، صدای منو میشنوی؟ الو، الان کدومتون هستین کدومتون نیست؟ سلام، احوال شما؟ خوبی؟ خوبی؟ از کجای دنیا هستی؟ والا من از کرج هستم، با شما تماس میگیرم. چند بار براتون درخواست فرستادم، قبول نکردید. قبول نکردم. بعد تعداد درخواستا زیاده، واقعا نمیتونم من همه رو توی لایو بیارم، ولی حالا که هستی بگو ببینم، حرف دلتو بگو درباره این داستان که با آیدی واقعیت که نیومدی اومدی؟ داستان چی؟ درباره این داستان پاپ که رفته آیت الله سیستانی رو ببینه، خامنه‌ای رو آدم حساب نکرده، چی فکر میکنی؟ خب این یه پلاخ به آقا دیگه، در اصل خیلی بده. این همه خامنه‌ای پول خرج کرد، این همه موشک پرت کرد، این همه بر که آدم حسابش کنن، آخه نمیشه که. نامردیه، این نامردیه دیگه. خوشبختانه شانس ما بود، دل ما خنک شد. خب پس چی میشه الان؟ این به زبان‌های مختلف رو وبسایتش نوشته که رهبر مسلمانان جهانه، بعد هیچ کس آدم حسابش نمیکنه. اینا ادعاها زیاد دارن آقای فخر، ادعاها زیاد دارن دیگه، ادعای همه چی دارن. حالا اینم یکی این پایین نوشته سی نوشته، خود سیستانی بهش گفت من تحت امر خامنه ای هستم. از من اینم بیارم بالا، سی سی بیا بالا ببینم از کجا شنیدی اینو گفت سیستانی. سی ایگو نه نشکم آقا، نه بس بیاد ببینم گناه داره. خب این گمراه شده، نه نشکم دیگه، از اینا همیشه هسته. پرسپولیسی هم هست، از پرسپولیسی ها بعیده. آره دیگه، من خودم پرسپولیسی هم نمیتونم پیداش کنم آقاشونه دیگه. بذار یکی بهتر بیاد الان بالا. والا آقاشونه، دوستش دارم، ما هم دوستش داریم، انقدر دوستش داریم میخوایم یه وجب خودمون بذاریم روش. یه دفعه نکن اونجوری. سلام علیکم. به به جهادی، چطوری؟ خوبی شما؟ آقای جهادی معروف دیگه، بعد میگم آقای جهادی معروف دیگه. ببین اینجوری آدم معتقد به یک چیزی هم هست، اینجوری باید معتقد باشه، ادب داشته باشه. ببخشید آقا، من یه سوال دارم جهادی عزیز. آقا این که پاپ رفته سیستانی رو دیده الان، بله، اینو باید کجای دل کی جا بدیم؟ والا این اتفاق که باید قاعدتا می افتاد، بالاخره تو آخر زمان باید مسیحی با شیعه ها اوکی بشن دیگه، یعنی مسلمان ها بسید. مگه رهبر شیعیان جهان، مگه خامنه ای از اونجا؟ خب اینجا بی هر کسی راه نمیدن که، بالاخره اینجا یه جای خاص پاپ بیاد و فلان. آره دیگه، راست میگه، هر فرق بزن این لیول ها نیست. ببین پوتین جزوه پاپ اصلا بچ... اولا دو نفر مردم رو بچه بازی، یکی با آیدن یکی پاپ، این انقدر داستان و پرونده تو اروپا دارن خیلی ستمه براشون کثیف. آره بل. ولی من کلا حرفم اینه، وقتی پوتین میاد خامنه ای رو میبینه اون اوکیه؟
اون واسه رو کم کنی بود اون زمان دیگه، چون مثلا پوتین اون کیف اتمی و رمزا هم اومده بود که به دست آقا میگه بزن هر جا رو میخوای. حماس هم با کیف اتمی اومده بودن یا اونا با کیف خالی اومده بودن پرپول ببرنش؟ نه اونا لاشخور با بر وقت میان پول اونا رو پر میکنن میبرن. آقای فاطمه حسن نصرالله اونا هم با کیف خالی میان با کیف پرپول نپ. آقا من جدیدا با نصرالله حال نمیکنم اصلا، اسم شروع من نیا، من قدیم که دوستش داشتم. نصرالله لامصب بابا اصلا این رحم نکرد، این به ناموس قاسم رحم نکرد. این نه آقا من آقا جان خواهش میکنم بحث ناموسی نگید. نه من کلا با اینا دیگه حال نمیکنم دیگه، الان فعلا بحث وطن گرایی و بهار انسان ها و ولی خب من الان باب هم بالاخره اومده اونجا. ببین ولی آقای فخر یه مشکل خیلی بزرگه، یه مشکل خیلی بزرگه که بره. این همه سال اینا خودشونو کشتن، گفتن ما رهبر شیعیان جهانیم، رو وبسایت خامنه ای به 342 زبون 200 تا زبون اجنه هستن، فک فامیلای زنشن، زبونای روی کره زمین، به همه زبونای روی کره زمین نوشته که خامنه ای رهبر شیعیان جهانه. وقتی پاپ بیشور نخوند اونا رو نفهمید که بعد بیاد بره اینو ببینه، رفت نشست اون سیستانی رو دید، چه کاریه؟ البته این کارش فله، ولی خب واقعیتش اینه که پاپ حتی ما در مورد آی سیستانی اینم بگم و سالی که داعش هم میکرد اون وقت جهان نماینده امام زمان رو زمین نیست، تو متخصص امام زمانی. نه نه امام زمان هیچ نماینده رسمی نداره. خامنه‌ای چی کاره هست اینجا؟ خامنه‌ای میگه من نماینده امام زمان. خامنه‌ای یعنی هرچی میگه دروغه. نه به صورت عامه است. نکنید در سرزمان غیبت امام زمان علمایی که حالا فریخته باشن به عنوان عام در واقع نیابت دارن. علمای فریخته چی جوری چیز میشن؟ فریخته میشن؟ فریخته بریم مثلا فرق باشن متقبه باشن. فریخته شنیدم. من شکل کردم بود ولی سیستانی، ولی سیستانی داستانی داره سر داعش که اومده بود کلن کارو جمع کنه تو عراق، گفته بود که همه باید بیان به حرف آیه سید علی خامنه‌ای رو اولویت قرار دادن. از جهت آی سیستانی زمان جنگ اوایل ورود داعش به عراق، من اونجا بودم قشنگ یادم. تو چیز دیگه توی سایتش نم نزده بود یا زده بود، ولی خب خودش اینو گفته بود. اینا همه نقل قولای از جنس نقل قولای هاشمی رفسنجانی که علما کاظم صدیقی و اینا تو خواب میبینن این نقل قولا رو. مثل همون که یارو میگفتن این تمساح بود، تمساح یزدی که مرد، میگفتن چی شده؟ میگفتن وقتی جنازه شو داشتن میشستن خوشش اومده بود به یه جای دست زده بود یارو چش شواز کرده بود گفته بود خوبه اینجا رو. اینا دوره این کارا گذشته، حالا انشالله یه دوره جدیدی واقعا در ایران شروع بشه، مردم بتونن با فکرشو باز واقعا تصمیم گذارندشون بگیرن. من حقیقتا افسردگی رو در چشمان حسین نجفی ریکوست بده، تفضل منا امیر حسین زنجانی مدن نجف این آره خویست بده امیر حسین زنجانی رو بیارید بالا، بچه سیستانی اینا هست. ببینم این دوست هم تیمه رو بودن چیزی از کرج داشتیم. ای بای رفت، چرا دوستمون رفت؟ امیر حسین سیستانی تبریک میگم چهار نفره شده دایی بار. امیر حسینی منن نجف الان اینجا پیغام گذاشت کنم ریکوست بده ببینم با تو چه طرفایی داره بزنه. خواهش ببین اگه امیر حسین زنجانی هم میتونه بیاد بالا ریکوست بده بیارمش بالا. یه نفر الان اینجا بالا بود، چی شد؟ رفت، یه دوستی بود از کرج رفت. الان یه ماهورا یکی از بچه های داخل میخواد بیاد ببینیم چی. سلام. درود. سلام، خوب هستین؟ شما خوبین؟ سلام آقای جهادی. سلام سیاوش عزیز، خوب هستین شما؟ مرسی. سلام. ببین به تحلیل میگیرم من، شما من برام سمت اسلام یا کفار؟ شما الان به من بگیم ببینم ماهورا خانم، شما نظر در این مورد که پاپ اشتباهی به جای اینکه بره خامنه ای رو ببینه رفته سیستانی رو دیده چیه؟ حالا چی کار خامنه ای چه خاکی تو سرش بریزه؟ ببینید خیلی عجیبه، آخه این همه خاویار خورد رهبر مسلمین جهان، اینقدر به پوستش رسید، ولی پاپ هم میگن بچه بازه، ولی بازم با این همه سیستانی و آره، ولی شما ببینید سیستانی رو پسندید و شما سیستانی رو ببین، شاید خیلی نچرال و اینا دوست داره، نمیدونم. البته من تو نگاه پاپم یه قشنگی دیدم. پاپ نشسته بود، عکسایی که در اومد نشسته بودن دوتایی همدیگه رو نگاه میکردن با سید علی، بعد هی پاپ اینجوری نگاهش میکرد میگفت اینه، شاید میرفتم سید علی رو میدیدم بهتر بود. چیه؟ خب احتمالاً اینا با هم که چی میگن چت و اینا میکردن و
تو واتساپ با هم صحبت می‌کردم. ولی سیستانی خارج از ایران خیلی کلفته ها. حالا من شما بگم سیستانی خارج ایران هم خیلی پول داره. هم خیلی قبولش دارن. عزیز دلم جهادی، این همه پولی که از پول نفت مردم ایران خامنه‌ای در قبایل آدمخوار آفریقا خرج کرد که اونجا عکسش رو بگیرنده است، توی تانزانیا، توی موزامبیک، گینه بیساو، دارگونباد، غارگونبساد، اینا رو نشنیدین اصلا. اینا ما قبائل... بیشتر تو امریکای لاتین افریقا نفوذ داریم، اونا بیشتر تو چیزا. همه پول خرج کرد، یعنی نباید آدم حسابش کنن؟ خب میشه؟ یعنی این همه میلیاردها دلار پول نفت مردم ایران به باد رفت با این وضعیت. من واقعا یه شعور پاپه. من که میگم پاپو راش نمیدادن اینجا بالاخره، چون اینجا الکشی نیست. ولی خب حقیقت اینه که حالا همین هم بالاخره یه فاز جدیدیه. آقای امیر حسین زنجانی منال نجف برادر بیا بالا. یا ایوه الاخوان من میتونم امیر حسین زنجانی یکی بیاد کمک کنه الان اینجا. آقای جهادی شما مهمونم دعوت میکنی؟ نه با عزتون که لایبا چهار نفره شده میخواییم جب و صمیمی کنیم به صورت هم بزن الان که هستید صحبتاتون رو با ماهور سوالی هستید. ما از کرچ هستید بطور گوار خوهرم. شما از کرچ هستید؟ کی؟ شما کرچ هستید؟ من از جاهای من از جاهای کجوش نیستم، من از جاهای صافم. نه کرچ کرچی شما آقای جهادی الان غیرتی نشدید؟ نمیخوایی الان اون لذت خون که میگفتی نمیخوایی را بندازی؟ برای چی؟ رهبر عزیزت یادی تو از این حرفو میزنی؟ رهبر عزیزت شکر آره میگفت لذت، یه لذت دیگر رو میگفت، یعنی با لذت خون. جهادی تو هم گمراه بودی؟ نه اون زمانی بود، نه آقا اون زمانی بود که اینا میگفتن میخوام شما رو بکشیم. گفتم آقا اگه بس خون و خون ریزی باشی که ما خودمون صاف خونیم. کی میخواست بکشه؟ بچه اون وری قرتی مرتیه فرشگر میخواستم چاووکشای داردسته کروبی بودن، اومدن بیرون، حالا شدن چاووکشای داردسته. ای فرشگردی ها کروبی چی هم؟ نمیدونستی؟ فرشگردی ها دفتر تحکیمی هم دیگه، همه چاووکشای کروبی بودن. اون گنده شون امیر حسین اعتمادی چاووکش اعظم کمپینی کروبی بود. آه امیر حسین اعتمادی رو میشتاز. آه اوکی دادم افتاد. فقط یه خواهش از شما دارم آقای فخر رو برگر امکانش هست یه لایوهای تخصصی هم تاریخ انقلاب و اینا بزنید، گروه های سیاسی از قبل انقلاب و همین عصر اصلاحات، عصر جدید و اینا واقعا مردم بشتستن جوان ها بشتستن. تو هر وقت بخوای من دونه دونه شون رو، چون میدونم من دیگه فوق تخصص امر سوپر دکترا شده دارید، های اپوزیشن و بعد تاریخ معاصر ایران. نه از قبل انقلابی زحمت شروع کنیم، از اون چیزای ملل و نمیدونم مجاهدین قبل انقلاب و آقا من اعتراض دارم. البته یه دو من رفیق آیت الله رو بخونید، خیلی از اینا رو توش توضیح دادم ها کامل. من دانلود کرده بودم صوتیاشو که تو تلگرام داشتید اوایل. من اون قدیما رو نمیدونم که میورد. نگو 10 سال زندان داره نام مثلا. من دانلود کردم گوش نکردم. گوش نکن، همون نباید بخون، چون الان که شنیدی خامنه ای اعلام کرده کتاب رفیق آیت الله و هر چیز دیگری که به من توهین میکند را حرام است. شنیدی؟ نه آقا اینجوری نیست بابا. زیر دست زیر دست هاش مقدهی بازی در میگرد هفته پیش خودش گفت. آقای جهادی آقای جهادی بله شما بله. چند وقت پیش تو همون لایوی که در مورد لذت خون و یه لذت دیگه صحبت میکردین چشو گوش ما رو وا میکردین. شما همچین صحبت میکنین، ما زامبی هستیم. حالا من حالا اونجا یه چیزی گفتم اونا بترسن، حالا شما بگید جواب رو ببرید. نه نه میخوام یه چیز دیگه، یه سوتی دیگه ازت گرفتم جهادی عزیز. شما نگفتی که سیاوش عزیز رو لب دریا دنبال میکردی و پاهاش هم پشمالو بوده؟ منو چرا من قد شما این بعد الان میگی تاریخ انقلاب رو بگو. الان چند ساله آقای فخرآور دارن تاریخ انقلابو میگن، نایاب تو فرشگرد معرفی میکنن، بعد اونو حواستون هست این تاریخا رو گوش نمیدین؟ معنا به شما مشکوکم، نظر بد نداشته باشی. بنده دکترای یوتیوب دارم، از حدود 15 سال پیش بنده تو اینترنت همه رو چرخیدم آخر دیدم سیاوش بهتره اونم اینجا. الان دیگه ما این دم خود سیاوشی الان سیاوش شما پسند کردی؟ شما سیاوش رو پسند میکنی؟ احمدی نژاد هم پسند میکنی؟ یعنی منو کشتی جهانی؟ خیلی به هم شبیه اتفاقا ساختا شکن انجام چی؟ الان تو کدوم بری هستی؟ این برو میزنی؟ اون برو میزنی؟ همه رو بدی؟ سایبری یا آقای فخر من بهتون میگم این سایبری سایبری های نفوذی در کنگره ملی. شما الان برمتوجه بشی من همه رو میزنم
من هر کی از صراط مستقیم خارج بشه من میزنم، شوخی من با کسی ندارم. نه آقای من اولین پیغمبر زن هستم، به من ایمان بیاریم. جهادی بذار من یکی بیارم که چیزه، یکی بیارم که اعصاب نداره. الان مواظب باشین. دیوید بیا بالا. درود آقای فخرآور عزیز. امیر حسین نجف هم بنده خدا ریکوست شده. من صدام خوب میاد؟ صدات خوب. خدا رو شکر. آقای جهادی شما خوبی؟ دیوید امیر حسین پاپ به نجف موجود فعلا؟ نه من یه سوال فی نجف موجود پاپ نپرسم ناراحت نشیم موقع ایشون. الان چای بهش بده اون ارتباط دارن رابطه دارن. جهادی گفتید پاپ خودم الان هستش موجوده. بله نجف موجوده. عجب. جهادی خب دیوید میگفت چی موجوده؟ یه مبصر برای لایف بذارین، من واقعا نمیشتم کی چی داره میگه. بذارین یه لحظه از توی این چیز بیام بیرون که صدا مستقیم بشه بهتر شه. صبر کن زنونو مردونش کنیم. نه الان قشنگش میکنیم. صبر کن داره کسی صحبت میکنه. داخل کشور چه خبره؟ اینستاگرام خیلی به نظر میاد وضعش خرابه. چه خبره اونجا؟ افتضاحه. الان به نظرتون الان الهام چرخنده چه حسی داره به نظرتون؟ به نظرتون الهام چرخنده همه سکته کرده؟ نه بابا الان تو صف وایساده بره بواسطه الان آیت الله سیستم. من هیچ کسی نداشتم، الان تازه برگشتم، باید بهتر شده باشه دیگه همه چی. دیوید بگو سریع ببینم چیه داستان، چون من میخواستم از آقای جهادی سوال بکنم. ایشون که ارتباط دارن میشه یه سوال بکنن از آقای ولی عهد امام زمان که ایشون تصمیم میگیرن که بیان؟ بالاخره ما منتظریم، خسته شدیم تا کی؟ دیوید جان شما یهودی هستید یا من اصلا نمیدونم اینا چی هست. من فقط امام زمان میدونم. خب دیوید دیگه حالا از این موضوع برن بیاید بیرون برن دنیا. اتفاقات زیادی باید پشت سر بذاره تا خب اینا مگه همه بچه های ابراهیم نبودن؟ چرا بودن یا نبودن؟ پس بودن درست. دعوا بین فرزندان اسماعیل و اسحاق دیگه. حالا تو از کجا میدونید دعوا بوده؟ دعوا خب چون مسیر پیامبرا تا پیامبر اشرف و تا حضرت محمد از سمت حضرت اسماعیل گذر کرد. پس پیام آوردن که دعوا بوده، سند نیست واسش. نه بچه های اسحاق نپذیرفتن و اون داستانهایی پیش اومد که پیامبرا آوردن دیگه. این شما هنوز منتظرید؟ یعنی یهودی ها هنوز منتظرن که مسیح ظهور کنه؟ یهودی ها کی هن اصلا؟ موفق باشی. من نمیدونم باید چی کار بکنم که قطع بشه. من قطع میکنم، برو من رو بنده پایین. منم هر وقت اضافه بودم، منم اگه اضافه بودم بندازیم پایین. بذار ببینم از نجف سه شخص بسیجی بیرم بالا. باشه مرسی ماهورا، فعلا خدا خدا. تا یه چند دقیقه اینجا وقت داریم. آقا اینجا چرا اینجوری شده؟ چرا این سنگین میشه؟ ها؟ اینجا داخل ایران خیلی افتضاحی دیگه. ما واقعا به سختی کامنت رو همین داریم. این اینجوری میخواد چیز بشه؟ میخواد رئیس جمهور بشه این یارو؟ اسمش چیه؟ جهرومی؟ جهرومی ممجواد اینجوری هی سوم اسبش روی چیزه. گفتی کیو بیارم؟ اسمش چی بود یارو که گفتی؟ امیر حسین. آقای امیر حسین از نجف چی شدی پس آقا؟ یه امیر حسین زنجانی. امیر حسین زنجانی از نجف. بله صادقی زنجانی بیاد از نجف دیگه. بازم بسیجی داریم اینجا. پاپ بیا بالا. من بیارم بالا پاپو چی نجف روم دو نفر. سلام علیکم. سلام علیکم. دیگه بسیجی دیگه داریم بیارم بالا. آقای فخرآور حال شما خوبه؟ شما خوبین؟ والا قبلا تو لایو من بودی؟ ممنون از شما. نه خیر، من قبلا تو لایو شما بودم. من سکوت می‌کنم. بسیار اینم که الان می‌بینید گنبد آقا امیرالمومنین صلی الله علیه و آله به سلامتی. همون که توی یهود بنی قریظه رو تو یه روز 800 نفرشون رو گردن زد.
شما حالا این بحثای چی نکن؟ نه آقا میخوام بدونم همون نه بحثای دینی رو خواهش نه بنی قریظه یکی از یارای پیامبر زد آدم کشت حضرت امیر رو فرستادن که صلح برقرار کنه این تاریخ رو شما بعد میخواست صلح برقرار کنه گردن 800 اصلا اشتباه گفتن اون جمله آقای خمینی هم اشتباه بود اصلا تو اون سخن خمینی بنیانگذار انقلاب میشه اشتباه نه آقا حالا بالاخره آدمیزاد اشتباه میکنه حالا بحث آقای پاپ رو بفرمایید که داغ هست و بالاخره پاپ اومده مذهبی وارد نکنید وگرنه منم اینجا گنبد تو میشه ممنون میدم آره چیز میشه گنبدا قاطی میشه تو هم بحث سیاسی کنیم بهتر آره سیاسی بهتر این آقا داستان این که پاپ اومد رفت سیستانی رو دید خامنه‌ای رو آدم حساب نکرد چیه مگه خامنه‌ای رهبر مسلمان چیه حالا ما خب اول اینکه خب خود پدرای شما برداشتن انقلاب کردن و اینو قبول کردن من اصلا بحث انقلاب و انتخاب چیو ندارم آقای از آخون خوبات هم آمده بالا گوش نه گوش کن اصلا در ایران انقلابی نشد که پدران ما باشن یا نباشن در ایران یک کودتایی صورت گرفت که این کودتا در دفتر ملکه ایران طراحی و اجرا شد و اتفاقا آخوندها در همون کودتا نقش خود زن خود زن دایی شما برداشت به اصرار همین محمد رضا شاه و از ایران بردش دیگه وگرنه خود چی نمیخواستش خود زن دایی تو برداشت برد دیگه محمد رضا پهلوی چون رضا شاه دایی پدر بزرگ من بود ولی محمد رضا شاه میشد پسر دایی پدر بزرگ من اشتباه نگی زندایی ما نبود حالا از خود حالا شما بحثای الفاظ نکنید که کی بوده یا کی نبوده ولی کن از خود اقوام شما خود خوب اینو جواب بده فرح مگه محمد رضا پهلوی و از ایران به اصرار فرح نبودش که محمد رضا رو از ایران بود کودتای دفتر فرح بود علیه پادشاه آقا هر چی بود یه چیزی حالا خرد و خرش رو تموم شد رفت الان نماد پاپ باور کنید حالا راست میگه جهادی کارش درسته من اینو میخوام بدونم چی شد که خامنه ای این همه پول خرج کرد این همه توی دنیا اومد گفت نه فقط رهبر شیعیان جهانه گفت رهبر مسلمانان جهانه بعد پاپ میخواست بیاد بره رهبر شیعیان رو ببینه امروز من تمام خبرگزاری ها رو باز میکردم همشون نوشته بودن دیدار رهبر کاتولیکای جهان با رهبر شیعیان جهان تمام خبرگزاری ها اینو نوشتن میخوام بدونم چرا اینو خامنه ای رو آدم حساب نکردن این همه میلیاردها دلار پول نفت مردم ایران هدر رفت خب اول اینکه من بحث این کاری ندارم که با آقای خامنه‌ای من بحث این که میگم که چرا آقای پاپ اومد با آقای سیستانی دیدار چرا آقای سیستانی خب آقای سیستانی که شما الان نگاه کنید الان حدوداً دیگه حدوداً 50 ساله که حتی ایران نیومدن و چندین ساله که دارن تو نجف زندگی میکنن و هیچ کدوم از بچه‌هاشون و خودشون داخل سیاست وارد نشدن خب اصل آخوندم اینه که وارد سیاست نشه البته بجز ماجرای سیاست نباید مخاطب که دفتر سیستانی برای دستگیر خب. رولایزم با سپاه قدس و تیم قاسم کتلت همکاری کرد من این اصلا دفترهای سیستانی چه ربطی اصلا هیچ سیاسی رو راه نمیده حتی خود آقای ظریف که اومدن داخل عراق آقای ظریف رو راه ندن تا خود آقای روحانی بردن از دفتر سیستانی آقای سیستانی هیچ کس اینو مدرک بیار صحبت خود روح الله با من بود شماره تلفن دفتر سیستانی افتاد آقا. که روح الله دفت شد رفت روح الله زم دفت شد رفت برای من مدرک بیار برای من مدرک مهمه منم الان میتونم بگم آقای سیستانی زنگ نزده شما مدرک بیار عزیزم هیچ مدرکی من ببین من نمیگم سیستانی زنگ زده چون سیستانی خیلی پیرتر از این حرفاست بدونه چی داره پیش میاد توی دفترش رابط سیستانی با حوزه علمیه قم اسم آخونده یادم رفت کی بود اون طرف شهرستانی هر کی بوده اون از داخل دفتر سیستانی تماس میگیره که شماره دفتر سیستانی میفته روح الله سر این گول میخوره شماره دفتر آقا گل از شما شما این آی سیستانی همین امروز که پاپ هم اومد برای زیارت های سیستانی هیچ کدوم از سیاسی های عراق و وارد دفتر اجازه ندادن که وارد دفتر بشه اگه شما ویدیو رو نگاه کنید این شبکه ها داشتن زنده پخش میگن هیچ کدوم از کسایی که از سیاسی ها راه نداد داخل دفتر آی سیستانی هم هیچ سیاسی و داخل دفتر راه نمیده و هیچ باش صحبتی نداره با هیچ سیاسی حالا سیستانی آیا خامنه‌ای رو تایید میکنه خب این بحثیه که
آ یه سیستم من که داخل آی سیستم نیستم که بگم که آ دو سر قضیه داعش تون هست سال 93 که داعش حمله کرد به عراق، آی سیستانی گفت بر همه مراجع شیعه واجبه که حفایت الله خامنه ای رو بر خودشون وقتی که وقتی که داعش حمله کرد به عراق چهار تا مراجع اربعه شیعه جمع شدن، آقای سیستانی، آقای فیاض، آقای بشیر و آقای حکیم با همدیگه یه جمعی گرفتن و به این مبنا رسیدن که باید آقای سیستانی اعلام جهاد کرد و این که نه به این که بیاد که مثلا از آقای خامنه‌ای تبدیل، نه همچین حرف نزده آقای سیستانی. حتی آقای سلیمانی هم از دنیا رفتن، آقای سیستانی فقط گفتن دو تن از سرداران اسلام که از دنیا نه آقای سیستانی گفتن لقب سرداران اسلام رو دادن به این دوتن. من یه سوال میخوام بپرسم، آقای سیستانی چه کسانی رو سردار اسلام میدونن؟ آیا قبول دارن که سپاه پاسداران طبق گزارش سازمان ملل متحد در 4 سال گذشته، گزارش هیومن ترافیکینگ، گزارش قاچاق انسان سازمان ملل متحد، توی این گزارش اومده که سپاه پاسداران به ویژه سپاه قدس در قاچاق انسان، مخصوصا قاچاق دختران و پسران خردسال به عراق و کشورهای عربی منطقه دست داشته؟ سلیمانی در مقر خود شهر سلیمانی عراق که مرکز حکومت قاسم سلیمانی بود، شهر سلیمانی عراق به عنوان یکی از پوینت ها، یکی از مراکز قاچاق دختران خردسال ایرانی توی گزارش سازمان ملل متحد اینطور نیست یواش، دروغ این عزیز. گزارش سازمان پسر رفسنجانی، پسر یاسر رفسنجانی توی این کار بوده، من شهادت میدم. اوکی گوش کن، پسر یاسر رفسنجانی. ولی جهادی بذار یه چیز از بپرسم، کنترل مرزهای کشور در اختیار کدوم ارگانه؟ ببین خائن زیاده، ولی اینکه میگی قاسم سلیمانی یا ما داریم حرف از قاچاق انسان داریم میزنیم در مقیاس بسیار بزرگ. وقتی که قاچاق انسان در مقیاسی داره انجام میشه، اونم قاچاق دختران خردسال داره در مقیاسی انجام میشه که سازمان ملل متحد 4 سال گزارش میده دربارش بیرون، سازمان ملل متحد که اگه به فکر مردم ایرانه، به فکر دختران ایرانه، به فکر بچهای خردسال ایرانه، چرا به فکر معیشت مردم نیست که این تحریما برداشته شه؟ ما میگیم که اصلا این چیزا خب چرا به فکر معیشت مردم نیستش که مردمو داره به زندگی داره؟ از اسم کوچیک چیه؟ من امیر حسین صدا. امیر حسین ببینم، اگر تحریما یعنی میگی که به مردم ایران فشار میاره، درسته؟ بله بله. یه آرامگاه بسیار بسیار بزرگ که گرون قیمتترین آرامگاه تاریخ بشره در کنار همون مرقد امام علی شما ساخته شده، درسته؟ به عنوان آرامگاه نمادین حضرت فاطمه، درست میگم؟ صحن فاطمه زهرا سلام الله علیها، بله پول خود مردم ساخت. صحن فاطمه زهرا سلام الله علیها، پول اون رو کی داده؟ خود مردم با هم، پول این از تبرعات مردم جمع شده و همه اینا رو مردم دادن. الان من میتونم خواهش کنم از همه عزیزانی که با ما اینجا همراه هستند سرچ بکنید تو اینترنت و این پایین برای ما بنویسید آرامگاه نمادین فاطمه زهرا، ببینید تمام مسئولین سلام الله علیها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. من اگر به شما بگم تاماس جفرسون، شما من به عقاید شما احترام میذارم آقای فخرآور، و شما هم به عقاید ما باید شاه بودش. یه چیز دیگه میگفتی نمیدونم زنداییت فلان، من گفتم همسر شاه خانم فرح، من گفتم خانم فرح آقای محمد رضا شاه پهلوی رو ورداش تو کوفه، من هیچ بی احترامی ندارم، با هم اومده دیگه همه با هم دوست باشیم. اما ببین تمام رسانه های جمهوری اسلامی و مسئولین عالی رتبه رژیم ملاها اعلام کردند که بودجه کامل ساخت حرم نمادین فاطمه زهرا توسط سلام الله علیه و از پول نفت مردم ایران، یعنی نه آقا به خدا پول نفت نبود آقا،
ما عتبات بچه های خودم که هستیم دیگه آقا، ما دیگه بابا ستاد بازسازی همین همشون اینجا همش از تبرعات مردم دیگه. خدای امرو اول و بابا تو نیومدی ما آقا تو میخان ببین سیاوش شاه پهلوی با هواپیما از ایران ورداش بردش، تو داری الان سوار همون ماشینی شدی. آقا من بگم خراسان جوری مناطق فقیر نشین مردم علنگوهاشون رو میدن واسه علنگو طلاهاشون رو مردم فقیر برداشتن آب کردن و با داخل همون زمین استفاده به همون سیستانی ورود کنیم بهتره. حالا چرا وقتی که میشد این همه مردم بیان به پول بدن که بیا همچین ساختمانی ساخته بشه، میلیاردها دلار خرجش شده. خب آقا شما چرا اینو میگی؟ این آقا الان اینجا وایساده، اصلا کوز علمیه 5 میلیون دلاری آقای سیستانی تو نجف با کی چی میگه؟ این نقدا اینجوری بکن به آقای سیستانی عزیز. چرا این همه فقیر داره؟ چرا منبر طلا صادق شیرازی ساخته؟ چرا حوض علمیه میلیاردی؟ اینا رو ورود کنیم، اینا رو ورود کنیم. چون مردم فقیر خودشون طلا و اینهاشونو میدن برای امام حسین. امام حسین ورود نکنید به خدا، نامردیه. ولی سیستانی آقا 5 میلیون دلار حوض علمیه ساخته تو نجف، به چه مجوزی؟ مکارم شیرازی و یزدی هم که حوض علمیه میلیاردی ساختن معادل همون تهران. اگه بوده از پول مردم بوده، نه پول نفت و سیاست و این چیزا. آقا حوض علمیه پول مردم نبوده عزیز، اسپانسر بی ام و بنز داشته. آقا اینو نگو. آقا چی میگی؟ آقا سید علی قاضی تو حوض علمیه 5 میلیون دلاری سید علی قاضی شد برادر آقا سید علی قاضی عارف بود، صوفی مسلک بود که از دنیا رفتش. اینو گوش کن، آی سیستانی به تجاری وصله که بهشون هدیه میدن. شما این مغز پوچه چرا نمیره مغزای پوچه؟ چرا این هدیه‌ای که میدن و سیستانی خرج این هدیه رو برای فقرا خرج کنن؟ آقا جون چرا این کارو چی میکنن؟ خب شما از کجا میدونید که همچین کاری نمیکنن؟ چرا میکنن برای فقرا؟ من دیدم میکنن، ولی خب 5 میلیون دلار هم برای فقرا خرج. خودش بیمارستان ساخت داخل همون سیستان بلوچستان و کیلاد. باباش که نساخت عزیز من، اصلا ما اساس آقای روحانی قوچانی وکیل آقای سیستانی داخل تهران. شما گوش کن آقای فخرآور، نماینده آقای سیستانی، نماینده آقای سیستانی، آقای روحانی قوچانی داخل سیستان و بلوچستان، همون جا که از آقای سیستانی که جدشون به اونجا میخواد به سیستان ولی شده، همون جا یه بیمارستان ساختن و دارن سیستان آقا باید میکنن. شما چرا همیچین حرف میزنید؟ بذار من یه چیز منطقی بهت بگم، دو تا چارتایی ریاضی فیزیک. سیستانی که کوه طلا داره به پول آقای سیستانی نیاز داره؟ معادن ایران 40 برابر اتحادیه اروپا است. مراجع لطف کنن دست از سر منابع ایران بردارن. آقای مراجع کل مراجع کل کم ایران رو آقای سیستانی تو منابع ایران دخالت میکنه؟ آقای سیستانی هیچ تو مسائل سیاسی ایران دخالت نمیکنه. نه عزیزم، بیوت همه اینا کار اقتصادی میکنن، معادن این مملکت برای کل دنیا. آقای سیستانی از این بحث جداست. بله آقای سیستانی جداست. بنده وصلم. من میخوام بدونم شما میگین که به فقرا کن، اگر به فقرا پس فقیری دیگه وجود نداشت. آقای سیستانی دید چون دیگه فقیری وجود نداره، گفت بقیه رو برید گنبد طلایی بسازید برای ما و رفقامون. آره اصلا اضافه پول بوده منبر طلایی صادق شیرازی حوض علمیه 5 میلیون دلاری سیستانی و این کارا اینا. آقای شیرازی این از مریدان آقای سید صادق شیرازی بودن که داخل کاظمنگ حسینی است، که اگه عکس ها و فیلماشو داخل سایت نگاه کنید، همه اینایی که اگه اون منبر طلایی که شو نمیدونم جهادی تو بسیجی هستی با فخرآور هستی یهودی هستی من یهودی هستم ولی یهود و فیاضل امت، شما یهودی امتید، امثال شما ها که دفاع میکنید از این وریجه ها، از این کارهای غلط، کارهای خلاف مرام امیرم. من از کدوم مرجع اصلا بحثی مرجع نیست. هر گونه کسی که ببین انسان من الجبت و طاغوت و شیاطین و حزب هم و ظالمین لکم الجاهدین لحقکم المارقین من ولایتکم القاسبین لعرسکم الشاکین فیکم المنحرفین عنکم من کل ولیجت دونکم. الان سینت واسه سیستانی چاک نده، برای اون بچه یتیمی چاک بده که در جنوب سیستان و بلوچستان 20 میلیون فقیر ایرانی شده 38 میلیون. خود عراق تو چه وضعیتی؟ این رفت داره به آقای سیستانی یا به حکومت ایران؟ دقیقاً رفت داره به آقای سیستانی و مراجعی که حق امام گوش بده. آقای سیستانی و شیرازی و فرق نمی‌کنه، همه مراجع ایران، کسانی که حق امام زمان رو دارن امروز می‌گیرن به عنوان خمس، توجه کردی؟ به همه اینها مربوط میشه. تو اخباری هستی؟
تو اخباری هستی؟ انا اخباری بفته خلن ولی اخباری هم نیستم عزیزم. من یک انسان شیعه ساده هیچ اصلا هیچ نیست. آقای فخرآور من یه سوال دارم تو از تو. تو فقط داری جون میلیون ها ایرانی رو داری تو ایران میگیری که به خاطر حرفای این داره میگیره داخل خیابونا دارن داخل خیابونا میرن چی میکنن به خاطر تو. تو اگه عرضه داری بیا داخل ایران حرف تو بزن. ببین امیر حسین من 14 سال توی ایران جنگیدم، جاهایی دم دیدم که شماها به خواب نمیبینید. خب تو مسیح علی، تو و مسیح علی نژاد همتون با همین. خب با هم تموم شد. به خدا مسیح علی نژاد که خیلی من ازش بدم میاد، دخترها رو بی‌تربیت کرده، از من و تویی که ولیج پرست هستیم. آقای بهت گفتم جهود شو جهادی همون مسیح علی نژاد حضرت زینب سلام الله علیه یهود بی حاضر امه میدونی یعنی چی؟ تن فروشی زن شیعه رو چی میگی این وسط؟ من زمان داری چی برای خودت ازله که داری مردم بی اگه امام زمان بیاد گردن شما بدری انا بر انت بدریو انت بدریو انت یهود فی حاضر بفرمایید. امیر حسین جان نگاه کن آقا، در خدمتم بفرمایید. آیا در ردیف بودجه رژیم ملاها کنار مسجد کوفه آقای فخرآور وعده امام زمان 16 هزار تا از اینا رو میکشه ان شاء الله گردن اینا رو ان شاء الله ان شاء الله آقای امام زمان ظهور کنه مجتهدین هم میکشه. بعد اول تویی که من حاضر نیستی یه نقد الان بکنی میری پیروی مراجع میشی اول تو رو میزنه بعد گردن اونا رو میزنه. علمای علما یه لحظه گوش کن. منبر طلا رو توجیه کردی، حوزه علمی 5 میلیون دلاری توجیه کردی. بعد تفروشی سوالم... زن شیعه واسط مهم نیست. هیچ چیز واسط مهم نیست. ما ببخشید این آقا داره بی احترامی میکنه به شما. من عذر میخوام از شما. از من نمیخواد کسی عذر بخواد. جهادی داره حرفی هم که میزنه، از من منطقی هم میزنه، اما من میخوام منطقی با هم صحبت کنیم. آیا در ردیف بودجه رژیم ملاها برای سازمان نمیدونم عتبات عالیات و بازسازی عتبات عالیات و اینا بودجه در نظر گرفته شده؟ من نمیدونم چه همین جا آقا من بذارم همین جا باش بله درست میفهمم همین من کاری ندارم ولی این مرقد آقا مرقد آقای خمینی کجاست داخل کجا اونم غلطه آقا اونم کاخ فرآیند ساختن جوادی آملی تایید کرده به چه حقی آیا پیامبر اسلام محمد پیامبر اسلام آیا گنبد و بر و بارو و این حرفا داره بله پیامبر اسلام بالای قبرش چیه یه گنبد اخضره یعنی سبز رنگ طلاییه نه خیلی و یه جورایی حرامه فکر میکنم نه که طلا جواهر ورداری شما نه حرام نیست حرام که وایسا شما که شاهنشاهی رو قبول دارید همین گنبد آقا میلانی همین ایوان همین ایوان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه همین گنبد آقا امیرالمومنین همه اینها از زمان نادرشاه افشار ساخته شده و بعد از اون همین حتی آقای محمد رضا پهلوی حتی شعرهای محمد رضا پهلوی هم داخل حرم آقا امیرالمومنین من جمهوری خواهم مثل رضا شاه بزرگ طرفدار جمهوری ایرانم من اعتقاد دارم اگر پولی سرمایه مردم ایرانه باید خرج مردم ایران بشه نه برج و باروها و قصرهای آنچنانی حتی برای مرگ بزرگان قصر بسازن رو سرشون خامنه ای فکر میکنی این همه بودجه سازمان عتبات عالیات پولای نفت کشور رو ریختوش که بیان اونجا حرم نمادین بسازن بعد اومد خودش گفت من فرزند زهرا هستم خامنه ای توی رزومه ای که برای خودش درست کرده ما رفتیم در آوردیم ما دی ان ای خامنه ای رو گرفتیم ریشش یه جای جا مونده بود رفتیم ریشو دادیم به سازمان دی ان ای دیدیم خورد به اولاغ پیغمبر سید اولاغ پیغمبر میگه آقا شما دی ان ای اولاغ پیغمبر رو از کجا داشتی آقا ایشون نسل میرید داماد سرآبادی برادر من 40مین نوه امام حسین آقا خدای خامنه ای 40مین نوه امام حسین دروغ نگی دیگه شجرش هست من خودم 40مین بابا آقای فخرآور شما دارید یه حرفی میزنید مردم بهت نخندن آخه اولاغ پیغمبر چی از این حرفو نزن تو رو جان جده تو رو جان دایی اینجا هستن میدونن من چی میگم خب حرف من اینه اینکه خامنه ای خودشو میاد نوه زهرا اعلام میکنه بعد میاد میگه سلام الله علیه میگه اونجا آرامگاه نمادین تو میدونی اون آرامگاه رو برای خودش ساخته خامنه ای میخواد بیاد اونجا دفنش کنن چون بابا آرامگاه چیه اونجا خوابگاه بچه های که آقا بابا اینا رو نگو فخرآور شب شما نمو ظاهره
شبستان زائر، هزاران زائر میان اینجا برای استراحت، برای چی؟ اینا گوش کنن بعد. بند خدا اولش ما آمریکاست به پولش میذارن. از کجا آقای خامنه ای میخواد برداشته اینجا برای خود؟ آقا آقای خامنه ای خودت جمع کن آقا جان، راحت آقای خامنه آقا من کرا میخوام دفعش کنم. جمع کرا میخوان دفع بکنن، خودش گفته و گیر ندین آقا به اون اصل کار فرضی حوز به این خامنه ای رو هر جا دفع. آقا بذار من اینا بگم، اصل کار، اصل کار چی آقای فخرآور؟ آقای فخرآور ما با دین کار نداریم، ما با دین همه میرن اونجا قضای حاجت میکنن که به اون دنیای خامنه ای اینقدر که جنایت کرده خامنه ای تو اون کشور، بی احترامی نکن تو. چرا داری سیاستو با این خامنه‌ای داری با سیاست قاطی می‌کنی؟ ما هدفمون هممون اینه که ما هممون هدفمون اینه که انسانیت داشته باشیم و بتونیم به همدیگه خدمت کنیم. من و تو، من امیر حسین، سال گذشته وقتی خامنه‌ای دستور کشتار جوانان ایرانی رو توی آبان 98 صادر کرد و 1500 جوان با دستور خامنه‌ای توسط تروریست‌های قاسم سلیمانی کشته شدن، آیا کچه سر پاپ بود؟ آیا کچه سیستانی گزید؟ آیا سیستانی بیانیه‌ای داد به خامنه ای که مردی که نکشت جوانهای کشور رو؟ خب اول اینکه آی سیستانی بیاد دخالت کنه، همین آی سیستانی هم عرضم به حضور زیر پا میذارن وقتی که بیاد آی سیستانی حرفش جای برو نداره. چرا بدین حرف اول اینو گوش کن آیسه، ما همه اصلا ما اینو کار نمیکنیم. تو یهودی هستی، تو مسیحی هستی، ما همه باید یه کاری کنیم که مردم اصل برای ما انسانیته. اینو گوش کن که خامنه ای دستور کشتار جوانان ایران رو سال گذشته صادر کرد یا نه؟ بله خامنه ای آیا صادر کرد دستور کشتار جوانان رو در 134 شهر کشور آبان 98 یا نه؟ من ایران نبودم اون موقع، من ایران نبودم، من ایران نبودم. آیا توی اخبار شنیدی یا نه؟ آیا توی اخبار شنیدی یا نه؟ نه میشه تو عراق کشته، تو عراق روزی 1000 تا کشته میدن، 2 میلیون کشته جنگ آمریکا عراق رو دادن. توی همین صفحه من اینستاگرام امیر نقطه فخرآور، اینجا برو اون بالا تو هایلایت آبان 98 خامنه ای رو میبینی در حالی که دستور کشتار رو صادر میکنه و در حالی که بعد از کشتار میاد میگه ما جنگ را بردیم. اون دستور کشتار نبود، اون جلوگیری از جنگ داخلی بود آقا جان. میگه ما عزیز جان جنگ عقب راندیم، کانونه شورشگر من اینجا نه بود. من اینجا نه بسیجی ام، نه عرضم به حضورت نه طرفدار چی ام. یه لحظه گوش کن، ما اینجا یه لحظه گوش کن جان، جد گوش کن. داشت تو کلا اونجا زندگی میکنی؟ الان اوضاع احوال کار چه جوریه اونجا؟ ما بیایم اونجا کجا؟ اینجا نه نجف، من خودم نجف زندگی کنم دیگه. قوم اینا جهادی پاشو بیا تگزاس، پاشو بیا من خودم برم. نه به خدا من تگزاس دعوا میشه اونجا هر روز با این در دیوونه ها. اون نجف من راحت هم. آی فخرآور عزیز، آی فخرآور عزیز یه لحظه گوش، من نه بسیجی هم نه چی، من اصل کلام اینه که ماها همه باید به چی انسانیت داشته باشیم. این جنگا و این چی همه سر داشته، حتی اون تگزاس که زمستون میشه توی یوسف صفا ها بایستم میزنم میگی به خامنه ای توهین نکن. میخوام بدونم چطوری داری از یک آقا مشکل ما یه شخص نیست، مگر آقای خامنه ای صبح صبح صبحونه رهن مردم میذاره، شب به شب لالایی میگه. آقا جان یه نفر شاخ کشور نمیشه خونی شاخ عزیز جان، صبح تا صبح خاویار دهن خودش که میذاره که. آقا جان خاویار که آدم صبح به صبح بخوره که هزار تا مرض ناشناخته میگیره عزیزم، نگاه کن. یه چیزی بگم آقای فخرآور، شما که به فکر مردمی، چرا داری تو همچین حالات داری زندگی میکنی؟ همچین ماشینی سوار شدی، همچین خونه ای داری، می تو نمیگی که منم از مردمم، چرا داری همچین زندگی میکنی؟ اینو جواب بده. اینجا خیلی طبیعیه، اینجا تو آمریکا خونه شو ندیدی؟ خونش 5 میلیون دلار خونه شو فقط 5 میلیون دلار. تو که با تو که به فکر آقای فخرآور، شما که به فکر مردم ایرانی و شلیک کن بسیجی. نه ایناش خوبه امیر حسین، گیر نده، خوب نفوذ کرده اون وراجی از کنگره میکنه، من تو که نمیکنه. هرچی از آمریکا میکنه دیگه، از پول ایران. بالاخره آقای من از این کاراش خوشم میاد، نه اون که بحث اعتقادی رو مسخره میکنه. بعد 32 سال گذشته که رهبر بوده. آقا دعوتت کنی میای نجف؟ آقا جان خودم میای نجف؟ ببین نفر همون دفتر سیستانی رو زنگ بزنه. آی فخرآور شما بیا، من اینجا خونه دارم، شما تشریف بیارید نجف زیارت آقا میرن. کدوم شاره همون رو به اون رو شدی شاره رسولی کجایی؟ من بیام سمت امیرحسین. من از شاید بیا اینجا دم امیرالمومنین پاپ با اون پاپیش اومد. آقای معلم قرآن بوده، معلم قرآن بوده، بعد خدم خیلی خفن بوده. تو هم بیا زیارت آقا امیرالمومنین فخرآور.
من خودم امانامه از دفتر سیستانی واسه میگیرم. یه فردا بلیت بگیر از آمریکا بیای دبی، از دبی هم بیا نجف ان شاء الله. نترس اونم بیای، بچه‌ها شما کار نداره. الان میام لباسم عوض میکنم. هیچ شما کار نداره خودت. ولی من مثل رولا اونجوری نمیام. من با دفاع ارتش آمریکا کامل، یعنی تحت حفاظت تو بیا با بادیگارد. آره تو هم پس محب آقا امیرالمومنینی، چون که دلت نجفه. من خودم منطقه سبز بغداد میام دوباره بچه هشت شبی میارم. یه سوال بپرسم، میخوام بپرسم چجوری وقت کرد علی هشت رولا یواشکی اومد گرفتنه؟ ببین لایو بگیری بیا، جرئت نمی کنه. گوش بده لایو بگیری بیا، جرئت نمی کنن بگیرنه، چون آبروریزی میشه. اون بیچاره یواشکی اومد اینجوری خفتش کردن. قشنگ با لایو بیا بگو من کی بوس فرست. آقای فخرآور شما به کی بوس فرستادی؟ بچه‌ش آقا چی گیر نداد؟ با داریم صحبت میکنیم، چرا هی سوز این برون میگم. خب دیگه چی؟ خب آقای فخرآور، شما الان هدفتون از این زندگی و از این کارهایی که میکنی چیه؟ اینو به من بگو. اینه که در ایران باید قانون حاکم بشه، برای اینکه همه ماها، شماها به هر اعتقادی که هستید، ببین شماها علی رو میپرستید، حسین رو میپرستید، نمیدونم عباس رو میپرستید، زهرا رو میپرستید، برای شما سلام الله علیه هستن، آیا برای همه ایران هستن؟ هدف اینه همه مردم ایران. آقا من اصلا کار ندارم، باید ما آزادی داشته باشیم تو ایران. مردم من نمیام بگم که همگی که دوست داره بی حجاب باشه، ما لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین. یعنی ما چرا پس دین رسمی در ایران وجود داره الان؟ پس چرا تو قانون اساسی میگه دین رسمی ما شیعه اثنا عشریه؟ یعنی وقتی شما میگید دین رسمی مون شیعه اثنا عشریه، یعنی هر کی شیعه اثنا عشری نیست شهروند درجه 2 و 3 و 5. نه آقا، همه موحدان الهی برای ما عزیزن. کی گفت آقا؟ امام ما، پیغمبر، موحدان الهی. آقا شما آقای فخرآور، آقای جهادی یه لحظه اجازه بده. آقای فخرآور، دینی که الان اینا دارن به ما القا میکنن و به ما دارن میگن این نیست. خود پیغمبر، خود آقا امیرالمومنین تو زنداناش هیچ زندان سیاسی وجود نداره. و خود کجا؟ یهود بنی قریظه. راه دور نره بابا جان. تو میدونی چه جور بچه‌هایی رو گردن شما... زدن؟ بچه بالای 10 سال رو گردن زدن پسر بچه‌ها رو. برای اینکه می‌خواستن آقا تو کتاب بیار، کتاب بیار، کتاب بیار. خمینیتون گفت. خمینی، من میگم من با اینا کار ندارم. ای تو چرا داری بحثو میبری به اونا؟ من دین واقعی رو دارم به تو توضیح میدم. دینی که ایران سیاوش جلو مردم وای نستا. سیاوش ببین تو به خاطر بخش از مردم، بخش از مردم بحث میکنی. خدا اشتباهی الان بالای 2000 نفر الان اینجا هستن لایو. دوستان آیا با من موافقین؟ آیا من جلوی شما وایسادم، جلوی مردم وایسادم؟ نه، بخشی از مردم خب دینو دوست دارن، فداشم. بخشی کوروشو دوست دارن. گوش کن جهادی و امیر حسین، گوش کنین. آخرین نظرسنجی رو درباره اعتقاد مردم ایران دیدین؟ نه. توی آخرین نظرسنجی بله. شما دیدید اکثرا مردم نمیخوان. نمیخوان. بله. گفتن فقط 30% مردم اعلام کردن که خودشون رو شیعه کانسیدر میکنن. خودشون رو شیعه میدونن. یعنی اون 30% تازه کسی هستن که از ترس این حرفو زدن. آدمای نه آتئیستگری الان زیاد شده از بین سنی و شیعه، خیلی زیاد شده. چرا؟ مگر ایران یک کشور شیعه نبوده؟ به خاطر رفتار بله. همین ملاهای حاکم که خودشون رو نماینده تشیع اعلام کردن. مردم ایران گفتن ما نخواستیم، ما شیعه نیستیم، گور پدر هر چی بود، گور پدر هر چی مرد، لجبازی دارن میکنن بخاطر همین آخوند باید. ولی خب نگاه کن، فقط همین فشفشه آخوند باید گفت. همین مردم شیعه بودن رفتن چی کردن دیگه؟ همین مردم خب چی شد؟ چرا عقاید مردم رو تعویض کردن؟ شما ببین چجوری تعویض کردن عقاید کیو؟ تعویض عقاید مردم ها بچه‌ها. مردم بخوان نخوان تو دلشون فطرتن خب این حب اهل بیت، خب این حب اسلام فطرتن دوست دارن. ولی کن ببین چی شده. تو زیر بین بله بفهم. من یه مسلمان بودم، من یه شیعه معتقد بودم، از همه شما هم شیعه تر و معتقد تر بودم. به من این چیزا رو نگید. خب چی شد که تو اینطور شدی؟ تو چی شد که اینطور شدی؟ گوش کن من واقعیت های دنیا رو دیدم. من با وقتی که من انداختن توی سلول انفرادی زیر شکنجه تو حکومت عدل امام علی، لا اله الا الله، حکومت عدل اون، وقتی من زندان هاشو شکنجه هاشو دیدم، وقتی استخون های منو زیر شکنجه خورد کردن، 14 سال تمام 19 بار منو به زندان های مختلف فرستادن، منی که قرآن رو از همه اینا بهترم میشناختم، وقتی که من تو کتاب اول خودم که چاپ شد به اسم سبزترین چشم زمین تو مقدمه کتاب نوشتم من آرزوم اینه یک روز مثل مولایم علی بتونم چاهی داشته باشم تا توی اون چاه بتونم برم درد دل بکنم با خدای خودم،
بعد آروم آروم تاریخ رو میخونم، میبینم این کسی که به عنوان مولای خودم خطاب میکردم به چه حقی در یک روز گردن 800 نفر رو هم به عنوان قاضی هم به عنوان آقا میگم اصلا قبنی قریزه دست امام علی نبود عزیز دلم. و من از این عبور کردم، من گفتم انسانیت مهمه، نه هیچ مذهبی، نه هیچ دینی، نه هیچ انسانیت آیینی. باید انسانیت همه به هم احترام بذاریم. در ایران آینده، ایرانی که ما تو کنگره ملی ایرانیان مد نظرمونه، ما نمیخوایم کسی رو به زور شمشیر شیعه بکنیم، نمیخوایم کسی رو به زور شمشیر از شیعه خارج بکنیم، نه کسی به زور شمشیر به هیچ اعتقادی بیاد، نه از هیچ اعتقادی بره بیرون. ما فقط میخوایم توی ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا توی قانون اساسیش نه اسم هیچ دینی نه حتی اسم خداوند اومده توی قانون اساسی آمریکا، ولی تو قانون اساسی بله آمریکا. ولی چون این آمریکایی که تو میگی چرا به فکر مردم ایران نیست؟ اینو چرا میگی؟ تو که با تراپ عکس سلفی میگیری یا خونش میگی، چرا به فکر مردم ایران نیست؟ آمریکا نه فقط به فکر مردم ایران، بلکه نجات دهنده ای برای خیلی از جاهای دنیا بوده. از ژاپن بله یمن به کاملا نجات تا برو به نه یمن داستانش به آمریکا ربطی نداره. یمن درگیری رژیم ملاهای حاکم بر ایران و دولت عربستان سعودیه. یمن چه ربطی به آمریکا داره؟ درگیری دو تا حکومت شیعه و حکومت سنی افتادن به جون هم دیگه، یکی میگه یمن باید شیعه باشه، یکی میگه باید سنی باشه. مسلمان‌ها دارن همدیگه رو میکشن توی آمریکا. نظم دنیا رو آمریکا به هم زد. تو آمریکایی که من دارم زندگی میکنم، تو این کشور اکثریت مطلق کشور مسیحیان، ولی در مجلس نمایندگانش مسلمان‌ها با رأی مسیحی‌ها مسلمان‌ها انتخاب میشن میرن توی مجلس نمایندگان. یهودی میشه رئیس سناش. خانم چاک شومر یهودیه. خانم ایلهان خانم رشیدا طلیب هر دوشون مسلمانن. مسلمان‌های مهاجرن از سومالی و از منطقه فلسطین. اینا میان توی آمریکا به عنوان مهاجر و میشن نماینده مردم آمریکا، میرن میشینن توی مجلس نمایندگان آمریکا، به رئیس جمهور آمریکا توهین هم میکنن. یعنی این کشور رو ما میخوایم ایران ما بتونه یک قانون اساسی خوبی داشته باشه که اگر شماها میخواید شیعه باشید شیعه باشید، اگر مردم میخوان به خدا اعتقاد نداشته باشن نداشته باشن، کسی نکشتشون به خاطر این، اگر به خاطر نوع زندگیش کسی کشته نشه، همه بتونن به همدیگه احترام بذارن. نه توریه واقعا آقای خمینی جواب نداد این حرف درست بود. و انتظاری که ما داریم حکومت قانونه، نه هیچ چیز دیگه ای. توی حکومت قانون حقوق همه محترم شمرده میشه. دین رسمی احسنت. خب بیا گوش کن، این تو آلمان خوبه ها بودن بشه اجرا کنیش بودجه کشور شده. گوش کنید بچه اینم بگم دیگه ادامهش ندیم. بودجه کشور خامنه ای 32 سال رهبره، توی 32 سال گذشته 3000 میلیارد دلار پول نفت ایران گم شده. 3000 میلیارد دلار. با 3000 میلیارد دلار میشد کل ایران رو یه دور بکوبن. نه گم نشده، جاش امن نیست، یه ساختمون ها مخفی کردن واسه روز مبادا. حاجی من خبر دارم توی جیب خامنه‌ای مخفی کردن برای روز مبادا. نه میدید نه یعنی یه سری سوله ها هست یه سری ساختمون ها هست. حالا هر چیزی که هست پول مردم ایران دزدیده شده و مردم امروز توی فقر و گرسنگی دارن زندگی میکنن برای اینکه خامنه‌ای پول هاشون رو دزدیده. حکومت خب آقا یه سوال تو آقا آمریکایی که تو میگی چرا داره میاد این فشارا رو رو مردم میذاره؟ چرا فشارا رو مسئولین نمیذاره عزیزم؟ آقا با سن من کار نداشته باش، من میگم چرا جواب به من بده، سوال با سوال جواب نده آقا جون. سوال با سوال یا مجردی همین رو سنجا میخوام بدونم. یه تاریخ آمریکایی که شما میفرمایید، آمریکایی که شما آقا من 22 سالمه، آمریکایی که شما میفرمایید چرا به فکر مردم نیست؟ اینو بگو چرا به فکر مردم نیست؟ این فشار رو من مسئول میگم. الان بهت میگم امیر حسین، در دوران خاتمی قیمت نفت، برای این پرسیدم، دوران خاتمی قیمت نفت شد 9 دلار. خب در دوران احمدی نژاد شد 149 دلار. آیا از دوران خاتمی که قیمت نفت تا 9 دلار سقوط کرد و در دوران احمدی نژاد به 149 دلار رسید تعداد فقرای کشور ایران کم شدن؟ نه. آخه 22 سالشه امیر حسین، من فکر کردم تو هر از این گنده مونده هایی. حالا ببین صحبت ان شاء الله صحبت اینه که پولهای نفت به جیب مردم ایران سر سفره مردم نمیره. من خودم طراح طرح تحریم نفتم، جلوی دولت آمریکا گذاشتمش، برای اینکه دیدم پول نفت فقط داره میره تو خیک ملاها و آقازاده هاشون
یه جور ردیفی کردی به حساب خودمون میریختن، به کارت خودمون میریختن. گفتیم آقا بذارید یه حکومت مردمی روی کار بیاد، اون وقت بتونه نفت رو بفروشه که بدونیم پولش به جیب مردم میره. چرا پولش بعد داره تو خیک خامنه ای و پسراش و ملاهای حاکم و آقازاده ها و مزدوران کنار خامنه ای؟ چرا؟ حرف ما اینه. نه تو خیک، تو خیک که نمیره، دارن باش اسلحه میسازن، کار میکنن، زیرساخت میسازن. در صورت مرسی از هر دوتون. اگر پیامی دارید هر کدومتون برای یه دقیقه پیامتون رو بگید، من ببینم چقدر این لایو داره تموم میشه دیگه. پیامتون رو بگید که من آخر لطف کردی آقای فخرآور. آخر کلام این باشه، نه ما با کسی کار داریم. ما اگه میخوایم به فکر مردم باشیم و اینکه اسلام که شما اسلامی که هستش، این چیزی که الان میگن نیستش. مردم دارن بعضیشون رو بیدی میشن، این چیزی که دارن اجرا میکنن نیستش. ما مردم خیلی خوبی داریم و دارن با این اوصاف هم الان دارن واقعا به سختی دارن زندگی میکنن، خود بنده. ولی اصلا عرض بنده اینه که شما که دارید میگید که مثلا آمریکا به فکر مردمه، چرا این سختی‌ها رو هم مسئولین؟ چرا بچه‌های مسئولین تو آمریکا زندگی می‌کنن؟ چرا به اینا ویزا میده؟ چرا نقاط اشتراک امیر حسین جان، سر نقاط اشتراک چیز خود. آره اینکه رئیس جمهور آمریکا نیست بنده خدا سیاوش. نه 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 گوش کن، نه گوش جوادی، جواب داره. اینجا حکومت آزاده. خب جمهوری اسلامی، رژیم ملاهای حاکم بر این رو فهمیده و داره از آزادی و دموکراسی داخل آمریکا سوء استفاده میکنه. چون رئیس جمهور آمریکا که مثل دیکتاتور حاکم بر ایران نیست که هر کی بخواد بیرون کنه، هر کی بخواد بیاره. اینجا قانون حاکمه. رئیس جمهور آمریکا رو میبینید میتونن بیان تقلب بکنن، بازی در بیارن، قدرتمندترین مرد روی کره زمین رو بذارنش کنار، برای اینکه یک قانونی توی کشور حاکم هست. و اگر مسئولین رژیم میبینین تمام بچه‌هاشون تو آمریکا دارن زندگی میکنن، برای اینکه اینجا بچه‌هاشون میتونن در سایه آزادی و دموکراسی امنیت داشته باشن، از همه این امنیت سوء استفاده میکنن برای خودشون و داخل کشور همه جور امنیت رو از مردم ایران گرفتن. یعنی اینجا این نیست که چیزی که تصور داری از آمریکا، که آمریکا الان فردا مثلا رئیس جمهور تصمیم بگیره دم بچه‌ای نمیدونم ابتکار رو بگیره بندازتش بیرون. نه، طبق قانون باید باشون رفتار بشه و ما میگیم اوکی. و ببین من اگر دارم حرف از آمریکا میزنم، من از منافع مردم ایران اینجا دفاع میکنم و میگم یک آمریکایی باید از منافع مردم آمریکا دفاع کنه. من اگر باهوش باشم، اگر میهن پرست باشم، میگم خیلی خوب، آمریکایی‌ها 50% منافع خودشون رو میخوان، ما 50% منافع ایران رو میخوایم. این 50-50 فره، این منطقیه، جوانمردانه است، اینجوری داشته باشیم. ولی نمیایم مثل رژیم ملاهای حاکم بر ایران بگیم 100% خودمون رو بفروشیم، خامنه ای شلوار خودش و بچهای خودش هم بکشه پایین جلوی رهبر چین و حزب کمونیست حاکم بر چین، جلوی پوتین. آقا بی احترامی نکن، بی ادبی نکن. کمونیست های چینی، کمونیست های روسی، همه کشور رو بدن بره و بعد برای ما از دفاع از ایران حرف بزنن. اون اشتباهه. بگید حرف آخر رو، بگید 57 ثانیه دیگه. آقای 57 ثانیه که بگم ما هیچ برای یعنی این که هستش مردم آزادی، یعنی آزادن، چه حالا چه اسم مسلمون باشن، چه مسیحی باشن، چه یهود. ولی اصل عرض بنده اینه که شما که اگه به فکر مردمی یه خور با منطق فقط داری داد و بیداد میکنی آقای فخرآور، یه خورده با منطق. بله